دوستان گرامی، درودهای گرم منو بپذیرید. من الاتان باقستانی هستم. بسیار خوشحالم که دوشنبه دیگر به وقت ایران در شب، در عصر، در غروب و به وقت سایر کشورهای دنیا در خدمت شما هستیم به صورت زنده. بسیار خوشحالم که بعد از یک هفته میتونیم خدمت شما برسیم و یک برنامه زنده دیگه در خدمت شما داشته باشیم تحت عنوان سیمای مسیح. به حال امیدوارم هر جا که هستید روز و شب خوبی رو پشت سر گذروندید. اگر ایماندار به مسیح هستید، حاضرید که با همدیگه کلام خدا رو بشنویم. اگر مهمان ما هستید و دارید به این شبکه نگاه میکنید، امیدوارم که کلام خدا با قلوب شما صحبت بکنه. و همینطور میخوام تبریک بگم، اگرچه روز گذشته روز پنتیکاست بوده، ولی عید پنتیکاست بر همه شما عزیزانی که عید پنتیکاست رو گرامی می‌دارید تبریک میگم و امیدوارم که روزهایی که پیش رو دارید روزهایی باشه پر از قوت، پر از در واقع حضور زنده روح القدس در زندگی تک تک ما. عزیزان، امروز در خدمت شما هستیم و در این برنامه که با هم خواهیم داشت کلام خدا رو بررسی میکنیم و فرصتی خواهد بود که در واقع صدای خدا رو با هم دیگه بشنویم. امروز دوست عزیز ما برادر داریوش عزیز ما هستن. داریوش جان، خوش آمدید یک بار دیگه به این برنامه. خیلی متشکرم. خیلی خوشحالم که با شما عزیزان هستیم و با هم دیگه وقت صرف میکنیم امروز. بله، همونطور که دوستان عزیز برادر داریوش عزیز رو میشناسید، عرض کردم خدمت شما در برنامه قبل که خیلی مورد توجه شما قرار گرفت، دوست عزیز ما خادم خدا هستن در قسمت پرستش، در قسمت تعلیم در کلیسای محلی خودشون خدا رو خدمت میکنن و همینطور به همراه همسر گرامیشون سرودهای زیبایی با هم میسرانند و میخوانند که امروز به احتمال قوی یکی از اونها رو با هم خواهیم شنید و خواهیم دید و خوشحال میشیم که همینطور نظرات شما راجع به برادرمون و خدمتشون بشنویم. همینطور داریوش عزیز، همونطور که خدمت شما ارائه شد دفعه قبل، از زمینه در واقع کلمی به عیسی مسیح ایمان آوردن و یکی از برادرای شیرین ما هستن که تجربیات خیلی خوبی راجع به یهودیت دارن. امروز این افتخار داریم که از ایشون بشنویم و ببینیم که دوستان یهودی ما وقتی که در واقع در قبل از مسیح و در زمان مسیح عید پنتیکاست رو جشن می‌گرفتن، از چه زمینه و به چه طریقی این کارو می‌کردن. دوستان، کلام خدا به ما نشون میده که در کتاب اعمال رسولان فصل 2 چگونه عید پنتیکاست برای مسیحیت وارد یک بُعد جدیدی شد و چگونه روح القدس بر کلیسا ریختش. بسیاری از شما می‌دونید که در روز پنتیکاست کلیسا همینطور متولد شد. از اونجایی که عیسی مسیح وقتی که از مردگان قیام کرد و در ذهنیم که صعود می‌کرد به آسمان، به شاگردان گفت بمانید تا وعده پدر رو دریافت بکنید که همانا آمدن روح القدس. می‌دونم که بعضی از دوستان مسلمان ما احساس می‌کنن که این کلمه یا این عبارت، این جمله اشاره می‌کنه به پیامبر اسلام، ولی کلام خودمون نشون میده که عیسی مسیح پیشگویی می‌کردن که روح القدس بر کلیسا خواهد آمد، کلیسا قوت خواهد یافت، چنان که در اعمال رسولان باب 1 آیه 8 آمده میگوید که لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. و کلیسا این فرمان مسیح رو انجام داد. کلام خدا میگه در 120 نفر در بالاخانه در حضور خدا ماندم و دعا کردم در روزه و دعا، تا اینکه در باب دوم اعمال رسولان روح القدس ریخ و ما میبینیم که چگونه شاگردان قوت میابن و آن وعده رو که عیسی مسیح داده بود تحقق پیدا میکنه و اونها تبدیل به شاهدین زنده انجیل میشن. در همون روز کلام خدا میگوید که حداقل 3000 نفر ایمان آوردن. و جالب اینجاست که دوستان عزیز من که فارسی زبان هستید، ایرانی و افغانی هستید، میدونید که در این در واقع ماجرا، در این جشن، دوستان یهودی ایرانی هم از ایران رفته بودن و در سراسر دنیا و حتما داریوش عزیز و ما خواهند گفت که عزیزان می آمدن و چگونه خدا را پرستش میکردن در روز پنتیکاست، در اون جشنی که یهودیان آن را انجام میدادن، که ناگهان میبینیم که چگونه روح القدس تاریخ رو عوض میکنه، کلیسا به دنیا میاد همونطور که عرض کردم و از اون به بعد ما شاهد خواهیم بود که چگونه اعمال رسولان رقم میخوره. به عبارتی داره، من اگه بخوام یه اسم دیگه بر این کتاب بذارم میگم اعمال روح القدس توسط رسولان. آمین. و ما اینو شاهد هستیم. و نکته جالبی که اونجا هست اینه که از اونجایی که روح القدس بر شاگردان قرار میگیره، اونها به زبانهای شروع میکنن پرستش کردن که هرگز اون رو فرا نگرفته بودن. و عقیده بنده، البته احتمالاً دوستان دیگه، خادمی دیگه عقاید خودشونو دارن، نشانه تعمید روح القدس صحبت کردن به زبان ها هستش در این قسمت. و میبینیم که چگونه ایرانی ها، هر نژاد دیگه که اونجا بودن، میگوین که ما میبینیم که چگونه هر کس به زبان ما داره خدا رو ستایش میکنه. خب داریوش عزیز،
قبل از اینکه من فرصت رو بدیم به شما، میخوام بگم که دوستان تلفن‌های ما در دسترس شما خواهد بود که میتونید هر لحظه که احتیاج به سوالی بکنید از برادر ما سوالی دارید، از بنده دارید، تماس بگیرید، تلفن آلمان ما، به تلفن انگلستان، به تلفن آمریکا، و اگر اس ام اس دارید همونطور خوشحال بشیم، پیام خودتون رو بفرستید، سوال خودتون رو بفرستید و ما سعی میکنیم جواب اون رو در خدمت شما ارائه بدیم. اگر ندونیم هم خب تحقیق میکنیم، هفته بعد برای شما میاریم. همونطور اگر میخواید ایمیل بفرستید، ایمیل های ما در خدمت شما هستش، ایمیل @mohabbat.tv و همونطور وبسایت محبت. اگر میخواید به خود بنده ایمیل کنید، میتونید به tvsima@yahoo.com ایمیل کنید یا به وبسایت simamassi.com مراجعه کنید که منابع جالبی برای شما اونجا تدارک دیده شده است. پس در حین برنامه تلفن‌ها خواهد آمد و شما میتونید هر لحظه که احتیاج دارید تماس بگیرید. دوستان من در اتاق فرمان هستن تا شما را راهنمایی کنن و هدایت کنن. خب دارشان بفرمایید که برای ما چی تدارک دیدید. میبینم که یه 20 کاغذ اینجا هست. البته منم چیزی دارم بگم، ولی خوشحال میشیم که از شما بهره ببریم. پنتیکاست چی بود از دیدگاه یک یهودی؟ پنتیکاست لغتش به یونانی یعنی پنجاهم. چرا لغت پنجاهم استفاده کردن؟ برای اینکه پنتیکاست درست افتاد به روزی که به عبری میگن شبوت. شبوت یعنی عید هفته ها. عید هفته ها روزی بود که حساب میکنن به اصطلاح خود شبوت یعنی هفت هفته، یعنی درست روز بعد از فسخ که ما دفعه پیش اینجا بین دوستان بودیم و فسخ نشون دادیم. درست از روز آخر فسخ تا 50 روز تا 49 روز رو حساب میکنن و اون 50مین روز میشه شبوت یا پنتیکاست. بله. در کلام خدا اومده در خروج 34:22 که میگه که موعد عید هفته ها را هنگام نخستین دروی گندم نگه دارید. پس این عید هفته ها را ما که میخوره به همون پنتیکاست از روز 50م بعد از پسخ نگه میداریم. و این یه چیزی که واقعا قوم اسرائیل خیلی بهش یعنی خداوند میخواست که مردم بهش روز شماری کنن، یعنی همونطور که مثلا یک مزرعه‌گر روز شماری میکنه برای درو محصولش، خداوند هم میخواست که ما این اشتیاقو داشته باشیم که روز شماری کنیم و با او وقت صرف کنیم، با او مشارکت کنیم تا روزی که واقعا با او روبرو ببینیم. آمین. یک اسم دیگه که این شبوت داره بهش میگن هگ هبخویم، یعنی چی؟ یعنی عید نوبرها. عید نوبرها اومده که همون بازم میشه عید هفته ها. در اعداد اگه بخونم براتون سری میگه در عید، در روز عید نوبرها که اولین نوبر محصول قله خود را به خداوند تقدیم میکنید، همه شما جمع شده به عبادت مشغول شوید و هیچ کاری نکنید. پس کاری که قوم اسرائیل میکردن این روز رو جشن میگرفتن و اولین نوبر محصولات را به حضور خداوند میبردن و تقدیم میکردن و یه جشنی میگرفتن. در واقع جشنی بود، در واقع یه جشن مثبتی بود البته. درست. که اشاره میکرد به اینکه چطور دوستان سپاسگزارن از برکتی که خدا بهشون داده. میدونید مشکلی که وجود داره داشتن، بعضیا فکر میکنن عبارت پنتیکاست مربوط به کلیسای پنتیکاستی میشه، از اینجایی که و بعضیا که اعتقاد ندارن به این مسئله شاید جپگیری میکنن و بله. و این نکاتی که شما دارید میگه خیلی جالبه، به خاطر که نشون میده که در واقع هر چی که در عهد عتیق وجود داره، بعضیا فکر میکنن عهد عتیق فقط مربوط به عهد عتیقه، هر چی در عهد عتیق وجود داره در واقع سایه هست از اون چیزی که خدا میخواد در عهد جدید برای کلیسای خودش، برای قوم خودش باز بکنه. و اینها یک چیزایی نبود که فقط به عنوان خرافات یا یک سنتی باشه که بخوان انجام بدن. و من در اکثر مراسم ها و جشن های دوستان کلیمی و یهودیان من میبینم که چگونه سرسپردگی و شکرگزاری وجود داره. درست. تسلیم، عبادت، شکرگزاری و این چقدر رسم خوبیه. بله. که امروز در کلیسا هم وجود داره. آمین. و همونطور که داشتم میگفتم خداوند باز در خروج به موسی فرمان داد که گفتش که تمام پسران ارشد قوم اسرائیل و نخست‌زاده های نر و حیوانات خود را همه رو به من تعلق دارن. یعنی من فکر کنم این عید شبوت که ما بهش حالا میگیم عید پنتیکاست، واقعا قبل از اینکه روح القدس نازل بشه همون حواریون، همون مسیح، اونایی که یهودی بودن همش جشن میگرفتن و حتی میبینیم که خود پدر مریم و یوسف هم مسیح رو میارن در معبد و میخواستن تقدیم کنن. در همین عید بوده که این کار رو میکنن، در عید شبوت. بله. بوده. بله. که خداوند میخواست به وظایفشون رو واقعا انجام بدن. درسته. پس میبینیم که شبوت چقدر مهمه و ما باید واقعا وقتی میگیم نخست داده همون بیاریم، یعنی ما بهترین خودمون رو میخواییم به خداوند تقدیم کنیم. بله. و اون هم در ازای اون ما رو برکت میده.
سلیمان در امثال میگه از دارایی خود برای خداوند هدیه بیاورید، نوبر محصولات خود را به او تقدیم نمایید و به این وسیله او را احترام میکنید. آنگاه انبارهای تو را پر از وفور و نعمت خواهم کرد و خمره‌هایت را از شراب تازه لبریز خواهم کرد. البته نباید بعضی ها از این سو استفاده میکنن و برای چیز مالی استفاده میکنن، ولی موضوع نیست که ما بخوایم واقعا پولدار بشیم این وسط، بلکه مهم اینه که ما همه چیز ما، چه هر چی که داریم، جسممون، روحمون، هر مالی که داریم متعلق به خداه و از این نظر اینو به خدا تقدیم میکنیم و به او احترام میذاریم از این نظر، و البته خداوند هم برکاتش رو به ما خواهد داد. درسته. چون ببینید خدا چیزی که دوستان عزیز در مسیحیت خیلی روش تاکید میکنه، در نه فقط در مسیحیت، در کلام خدا اون هستش که ما آنچه که به خدا میدیم در واقع خدا بهش احتیاجی نداره، چون در واقع مال خدا هستش. ولی وقتی کسی چیزی رو به خدا میده، حالا یا نوبر محصولات باشه یا امروز ما میگیم دهیه یا هدایا، در واقع نشان دهنده که ما چقدر تسلیم خدا هستیم. امروز کم نیستن در کلیساها که اصلا با هدیه دادن به خدا یه مقدار مشکل دارن، شاید براشون سخت این مسئله پذیرفتنش و حسب کردنش، ولی کتاب مقدس ما نشون میده که هر آنچه که در قوم یهود وجود داشت، هر مراسمی، هر همونطور که عرض کردم جشن و سروری، و امروز جای خودش رو داده به در واقع خدماتی که در کلیسا انجام میدیم و اون دهیه‌ها و چیزهایی که به خداوند میدیم، نشان دهنده اینه که ما چقدر قلبمون مال خداست، چقدر ما حاضریم که زندگیمون تقدیم خدا بکنیم. یادتون میاد کتاب مقدس نشون میده که وقتی اون پیرزن آمد یا بیوه‌زن آمد، به عبارتی شاید یک سکه خیلی ناارزش، بی ارزش رو در ظرف هدایا انداخت، ولی عیسی مسیح فرمود که تو این زن از همه بیشتر داد، چرا که از آنچه که داشت به خدا داد. امروز من نمیدونم خداوند از شما چه چیزی رو میطلبه، شاید از شما میخواد وقتتون رو به خداوند بدید و رو خدمت کنید، شاید میگه داراییتون رو به خداوند بدید، یا حتی هنوز اگر به مسیح ما نیاورده قلبتون رو بدید. ولی همه اینها نشان دهنده اینه که خدا، خدای قادر مطلق، میخواد که ما او را با تمامی دل، با تمامی وجود، با تسلیم محض عبادت بکنیم و او را جلال بدیم. خیلی نکات جالبی است، بازم دوست داریم که از شما بشنویم. بله، این سومین معنیه که در کلام میبینیم که این بیشتر به یهودیای امروزی واقعا وصل میشه، بهش میگن حق حکزیر، یعنی عید حساد. منظور در قدیم بوده عید درو کردن محصولات. بله. چون که خداوند دقیقاً به قوم اسرائیل گفته بود که چه موقع بکارن، چه موقع درو کنن، و یک سیستم برای اینا درست کرده بود که مردم بتونن طبق اون زندگی کنن. مثلا در طول فسخ جو میباید بکارن، درو کنن، بعد از اون حالا موقع مثلا گندمه. و این جالبیش به که این به فسخ نزدیکه اینه که واقعاً الان توی قوم اسرائیل توی مصر که بودن چقدر زجر کشیدن و چقدر آزار دیدن، ولی حالا خداوند میخواد آزادی روحانی هم در زندگیشون بیاره. آمین. این چیزی که الان بهش میگن اینی که خداوند در این روز بود که تورات رو، یعنی از طریق موسی به قوم اسرائیل داد، در همین روز روز شبوع، در همین روز پنتیکاست که ما بهش میگیم، و در ایران بهش میگن موعد گل. حالا این از کجا آمد؟ من برای هم یه سری چیز براتون آوردم. ما در این کتاب اگه بتونن روش زوم کنن که بدونن همه ما عبری و انگلیسی هست، بهش میگن جروسلم بایبل. بله. این جروسلم بایبل متاسفانه من وقتی که ایماندار شدم و یه بهانه‌ای که خیلی کلمه میگیرن اینه که میگن این کتاب شما تحریف شده درست بله. نیست. پس من کاری کردم، یه مدت که رفته بودم در یک مدرسه یهودی، حالا اونو بعدا نشونتون میدم، اینو تهیه کردم. چرا این جالبش اینه که این نگار دارید که بگیرن دوستان. بله، این هم عبری داره اینجاش، به زبان عبریه، و هم انگلیسی. درسته. و وقتی که نگاه میکنی درست همون واقعا بایبل خودمونه، یعنی هیچ فرقی نداره. حالا یه مقدار خب این چون عبریش یکیه، وقتی ما خب به فارسی یا انگلیسی ترجمه میکنیم یه مقدار هر محلی برای خودش یه جوری ترجمه میکنه، ولی این واقعا من اینو استفاده میکنم برای اینکه به یهودیای عزیزم بگم، برادر عزیز، خواهر عزیز، هر آیه‌ای که در مورد مسیح اومده تو همین این بایبل شما هست. یعنی فکر نکنید مال ما تو این کتاب مقدس ما هست و فکر نکنید که تحریف شده، برای اینکه این مال خودتونه و اینو تمام روایت یهودی قبول دارن و من از این استفاده میکنم برای این. در واقع ما اون چیزی که در عهد عتیق داریم که بهش حالا میگیم کتاب مقدس یا عهد عتیق یا تورات، حتی همون چیزیه که دوستان یهودی دارن میخونن. درسته. یعنی اگر دوستان به در واقع به کنیسه برن و ببینن
ایرانیان یهودی عزیز دارن کتاب مقدس رو میخونن، همین عهد عتیق رو میخونن که امروز مسیحیان دارن و در واقع هیچ گونه تحریفی نشده. جالب اینجاست که حتی بعضی از فراغ دیگه و مذاهب دیگه و مردم دیگه گاهی وقتا نادانسته، اینو من میگم چون که من با خیلی از این دوستان صحبت کردم، اشاره میکنم میگه کتاب شما تحریف شده. وقتی از دوستان میپرسیم خب کجاش تحریف شده و اصلش کجاست، عمدتاً نمیدونن و فقط میگن ما شنیدیم. من شما دوستان عزیز رو که از هر فرقه هستید، از هر مذهبی، حتی اگر بی خدا هستید، هنوز کتاب مقدس رو نخوندید، تشویق میکنم یه نسخه از کتاب مقدس رو تهیه کنید، میتونید تلفن کنید، الان دوستان به شما کمک خواهند کرد چگونه کتاب مقدس رو دریافت کنید. اگر در ایران میتونید دریافت کنید چقدر بهتر، یا به وبسایت برید توجه کنید و بخونید ببینید که چگونه کتاب خدا، هرگز کلام خدا تحریف نمیشه، بلکه آنچه که امروز در اذهان مردم وجود داره فقط شایعه محض بیشتر نیست و این چیزی است که شیطان برای مردم در نظر داره. بله میفهمید. من دلیلی که اینو عنوان کردم به خاطر این بود که ما به عنوان ایماندار به عهد عتیق و عهد جدید هر دو عقیده داریم. 66 کتاب درسته. بله. اتفاقی افتاد این بود که بعضی از این روحانیان یهودی اومدن و چیکار کردن؟ اومدن یه مقدار این تورات رو تفسیر کردن. اونو بهش میگن تلمود. توی تلمود کاری که کردن، اومدن مثلا فرض کن یه جا گفته که شیر مادر رو، بزغاله رو در شیر مادرش نجوشونید. بله. این حکامین اومدن گفتن که شما باید یکم بیشتر اینو ما گسترش بدیم و معنیش به اینه که پس گوشت رو اصلا با لبنیات نمیشه خورد. بله. از اون ادامه دادن گفتم پس برای اینکه یه وقت اشتباهی در این مورد پیش نیاد، اصلا ما ظرفاشون هم می‌خوایم جدا کنیم. یعنی ظرفی که گوشت می‌خورین با ظرفی که لبنیات می‌خورین جدا باید باشه. اینا توی کتاب مقدس نیست، ولی این حکامین حرفی که می‌زنن دو تا چیز میگن. یکی این که میگن می‌خوایم ما اون تورات رو محافظت کنیم. بله. که به اصلش صدمه نرسه. در ضمن میگن موسی وقتی که داشت به قومش صحبت می‌کرد همه چیزو ننوشت. یه چیزایی هم لفظی گفت و اینا نسل به نسل گشته تا به اینجا رسیده، شده تلمود. شده تلمود. الان من میدونم که تلمود بیشتر از اینه، فقط بله بله من چون یه 7-8 کتاب بود. بله. من یه کوچیکش آوردم. بله. یه زمانی فارسی هم ما در ایران داشتیم. زنده باد. من بله. دلیلی که آوردم برای اینه که ببین عزیز، مثلا من البته چون انگلیسی و عبری هست یه مقدار زیاده، ولی یک کلمه اینجا مثلا فرض کنیم مال تورات باشه به اندازه بیشتر صفحه تفسیرشه. یعنی اگه توجه کنید اینجا مثلا تا اینقدرش بنزه مثلا میتونم بگم 2 سانتی‌مترش از کتاب مال توراته، بنزه 10 سانتی‌مترش توضیحات و تفسیراتشه. و برای همینی که تلمود، من در اینکه اون عنوان میکنم برای اینکه در تلمود اومده که این روزیه که موسی این تورات رو به قوم اسرائیل داد. یعنی این توی عهد عتیق نیست، توی تلمود هست. بله. و به عبارت روایته، ولی اونو الان بیشتر یهودی امروزه اونو بیشتر دارن جشن میگیرن. بله. جشن شبوعت جشنیه که از هر یهودی بپرسی میگه روزیه که خداوند تورات رو به قوم اسرائیل داد. یعنی دیگه قوم محصولات و نوبر و اینا رو دیگه اصلا بهش نگاه نمی کنه. بنابراین بعد از داریوش عزیز امروز که یعنی دیروز در واقع بله. که در کلیساها جشن پنتیکاست بود، میبینیم که دوستان یهودی هم بنابراین در خود جاهایی که هستن، حالا در ایران هستن، در اسرائیل هستن، هر جا که هستن، این جشن رو جشن میگیرن برقرار میکنن. بله. و در واقع یک مراسمی دارن که فکر میکنم شما با توضیح خواهید داد. بله. بله. در اینی که اینو جشن میگیرن، اینی که میگن که ما فسخ که جشن گرفتیم نشونه این بود که ما از بندگی جسمانی آزاد شدیم که در مصر ببینم، ولی شبعود میگه آزادی روحانی و آزادی اخلاقی براشون رو برد که خداوند تورات رو بهشون داده. و امروزه این کاری که میکنن، اولا نباید کار بکنن اون روز و شب تا صبح بیدار میمانن و تورات رو قرائت میکنن. و بعضی وقت‌ها هم کتاب روت رو می‌خونن که اونم بهتون خواهم گفت چرا. و در این روز فقط لبنیات می‌خورن، گوشت نمی‌خورن. چرا این کارو می‌کنن؟ برای اینکه خداوند میگن که اون روزی که تورات رو به اسرائیل داد، اینا تازه فهمیدن قانون کاشر نگه داشتن و چجوری گوشت رو باز ذبح کردن رو همون روز بهشون داده، اینا فرصت نداشتن برن تهیه کنن، اون روز رو همه لبنیات خوردن که دیگه هیچ قانونی توش نباشه. درست. برای همین به یاد بود اون روز که دیگه میخوام بدن کاشر چیه غیر کاشر چیه، الان میگن فرصتی نبود و الان هم لبنیات میخورن برای اون روز. امریکایی ها مثلا چیز کیک میدونن در خارج چیه، نه مثلا در ایران. بله. کیکی که با پنیر در کیک روی. پنیر. بله. بله. هر چی که لبنیاته به هر حال صرف میکنن و کار نمیکنن. و شما چه خوردید؟ ما خواستیم موج بگیریم اینجا. بله.
دلیلی هم که کتاب روت سنتیه که یعنی واقعا نیست که چرا باید اون رو بخونن. سنت اینه که به خاطر در کتاب روت راجع به درو کردن محصول و گندم و اینا صحبت میکنه و چون روت خودش یهودی نبود ولی بله. تورات رو قبول کرد بله. اینم به اون نیت که اینو که مثلا چون تورات قبول کرده اون کتاب روت هم میخونم بله. در ضمن یه روایتی هم هست حالا چقدر حقیقت داشته باشه که میگن چون حضرت داوود میشه پسر نوه روت بله درسته میگن در روز شبوت در همین روز دنیا آمده حالا عجب. این نمیدونیم چقدر درسته ولی اینو میگن و میگن در همون روز هم فوت کرده یعنی در همین موعد گل حالا ما دیگه در کتاب مقدس نمیگه نه چیزی که رواجه بله, بله. البته برای ما به عنوان مسیحی خب ما پنتیکاست برامون خیلی بله. روز مهمیه بله. بله. برای اینکه خداوند روح القدس رو فرستاد و بر رسولان نازل شد بله. و چیزی که میبینیم این دوتا رو به هم دیگه ربط بدیم اینی که خداوند وقتی روحش رو میفرسته از شریعت بالاتره آفره. یعنی وقتی که ما دیگه روح خدا رو داریم دیگه این بکن نکنهای شریعت اتوماتیکلی اصلا در ما هست یعنی ما خودمون میدونیم چه کاری خوبه چه کاری بده چه کاری نباید بکنیم چون که روح خدا بر ما نازل شده و میدونیم حقیقت چیه آمین. یعنی روح القدسه که دیگه به ما تعلیم میده و نه تنها تعلیم میده قدرت میده به ما قدرت میده چنان که در اعمال 1:8 خواندیم آمین و این رابطه نزدیک میکنه بین ما و خدا و این باعث میشه که اون محصولی که ما میخوایم بیاریم واقعا محصول صداقت و درستی و پاکی باشه به حضور خدا آمین. و در زمان مثلا الان خیلی وقتا هست که دوستان عزیز هستن که مشکلات هست در این وضع اقتصادی مشکل زیاده ولی چون خداوند میدونیم اگه ما بهش اینا هر چی داریم بهش تقدیم می‌کنیم اونم به ما برکت میده همونطور که در فیلیپیان 4:19 می‌خونیم که خداوند دیگه تمام احتیاج ما رو برآورده می‌کنه یعنی واقعا اینا رو میشه همه رو به هم دیگه ربط داد که ما وقتی خودونو به خداوند تقدیم می‌کنیم و روح القدس رو دعوت می‌کنیم که به ما نازل بشه واقعا هر جور برکاتی خداوند به ما میده آمین برای که ببینید ما می‌دونیم دوستان عزیز که کتاب مقدس ما میگه که در عهد جدید خدا میخواد که ما به عنوان ایمانداران معبد او باشیم و خدا در ما ساکن بشه. فرقی که عهد عتیق و عهد جدید داره اینه که اگرچه عهد عتیق هم کلام خدا هست ولی عهد عتیق سایه هست از اونجی که خدا میخواد در عهد جدید در زندگی فرزندان خودش انجام بده. بنابراین آنچه که به صورت شریعت و مراسم در عهد عتیق وجود داره همه کامل و زیبا هستش. ولی اشتباهی که گاهی وقتا مردم میکنن اینه که فکر میکنن که انجام دادن اونها و یا انجام ندادن اونها فقط باعث برکتشون میشه. ولی وقتی ما عهد جدید رو باز میکنیم یعنی کتابهایی که بعد از میلاد مسیح به وجود آمده و شاگردان نوشتن یا خود مسیح تعلیم دادن به ما مشاهده میکنیم آنچه که در عهد عتیق سایه بوده در عهد جدید خداوند این رو برای ما جامعه عملی میپوشونه. در واقع جزوی از ما میشه چنان که داریوش عزیز گفتن و ما دیگه اون رو زندگی میکنیم. بنابراین وقتی کلام خدا میگه شما معبد روح القدس هستید یا هیکل خدا هستید در واقع روح خدا میاد در ما ساکن میشه و اونجاست که دیگه ما قدرت پیدا میکنیم که اون بکن نکنها جزوی از طبیعت ما میشه. میتونیم قدرت پیدا کنیم و اون رو زندگی بکنیم. اونجا دیگه ما این کار نمیکنیم چون که از خدا میترسیم نکنه که در واقع ما رو تنبیه کنه یا نکنه بلکه اون اشتیاق در ما به وجود میاد و ما میتونیم با کمال میل این کارو بکنیم. دوستان ما با هم برمیگردیم و باز صحبت خواهیم کرد. افتخار داریم که داریوش عزیز با ما هستن و خوشحال میشیم که بعد از آمد برگشتن اگر سوالی دارید اگر مطلبی هست که میتونیم بشنویم بعضی از شما شهادت‌های زیبایی دارید میخوایم شهادت‌های شما رو بشنویم و بعد ادامه میدیم راجع به کار روح القدس در زندگی ایمانداران. با ما باشید. دشمن انجیل بودم، مخالف بودم، اما عیسی مسیح زندگی من رو عوض کرد. پس الان با هم دعا بکنیم. باید برای همدیگه دعا کنیم، برای دوستانمون، دشمنمون، خانواده هامون، برای عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم همین لحظه.
دوستان عزیز برمیگردیم. همونطور که توجه فرمودید برنامه‌های سازمان ایران برای مسیح و در واقع برنامه زنده‌ای که الان شما هم اکنون دارید می‌بینید تحت عنوان سیمای مسیح، در واقع تکرار اون رو در طول هفته خواهید داشت و در واقع به شما کمک خواهد کرد که اگر برنامه رو نتونستید در اون لحظه نگاه بکنید، بتونید از طریق اینترنت یا تکرار اون در شبکه محبت توجه کنید. پس اگر شما به وبسایت تلویزیون محبت یا simamasih.com تشریف ببرید، ببینید که آرشیف های این برنامه وجود داره. نه فقط ما، خادمین دیگر که در این برنامه در این کانال هستن و برنامه اجرا میکنن، میتونید هر کدوم رو استفاده کنید، ذخیره کنید. و من پیشنهاد میکنم یک دو تا برنامه که در خدمت بعد از داریوش بودیم رو حتما ذخیره بکنید و نگه دارید و در واقع استفاده بکنید، چون که از نظر تعلیمی و اطلاعات عمومی خیلی به شما کمک خواهد کرد. داریوش، شما میگن که تلفنی هست، صدای دوست عزیز رو با هم میشنویم و بعد ادامه میدیم صحبتون. دوست عزیز بفرمایید. علی سلام. سلام از باز خواهر عزیز، بفرمایید. روز شما بخیر. من از آلمان تماس میگیرم. خواستم اول شهادت زندگی رو براتون بگم اگر که وقت هست. خواهش میکنم، سوالی اختصاصتون داشتم. بله بفرمایید. خواستم واقعا به همه هموطنانی که تو تمام نقاط جهان الان بالاخره هستن همه و همه از این طریق میتونیم واقعا شهادت همدیگه بشنویم و ببینیم که واقعا چقدر میشه تو این دنیای پرهیاهو زیبا هم زندگی کرد و از آرامش خداوند هم پر بود و واقعا میگم بیانه از بهش رو اینجا لمس کنید. آمین. که فقط از یک در میشه وارد شدونم، در به نام عیسی خداوند هستش که آفه. واقعا با این بعد از ایمان آوردن جنگ های خیلی زیادی توی زندگی پیش میاد، ولی انقدر اینها ما رو میسازه و بعدش لذت بخشه که ما میتونیم واسه مشکلات همون خداوند رو شکر کنیم. آفره. چون هر چقدر اونها بیشتر به ما فشار بیارن، ما بیشتر به خداوند نزدیک میشیم و ما بیشتر واقعا چیزهای پنهانی رو که توی آسمان بوده هیچ وقت دنبالش نبودیم رو پیدا میکنیم و واقعا ارزشمنده و اونا رو باید این دنیا ما ببینیم، تجربه کنیم و دنیایی که بعد از اینجا منتظر ماست واقعا دنیایی ناشناخته است. ما باید اینجا یه مقداری شناخت پیدا کنیم داشته باشیم که واقعا تنها معلم ما همین روح القدس هستش که همکار شما هم همین الان توضیح دادن که واقعا زیبا توضیح دادن و گفتن که ایشون این روح خدا واقعا معلمه برای ما، یعنی ما میدونیم چه کاری رو باید بکنیم چه کاری نباید بکنیم، یعنی واقعا وجدان‌های ما زنگ داره و ما نمیتونیم قبل از اینی که توبه در رابطه با یک دعای خیلی در یک گناه خیلی کوچیک، یک گناهی که قبل از ایمان اصلا برای ما گناه نبوده نمیتونیم بخوابیم. یعنی واقعا من خودم اینطوریم، نمیتونم وقتی در گناه هستم، وقتی حتی فکر انجام اون رو میکنم واقعا زندگی اون روزم مختل میشه و واقعا ممنونم از روح القدس که اینقدر در ما عمیق کار میکنه. آمین. آمین. شهادت زندگی من بود که واقعا دارم لذت برم با بودی که خیلی هم مشکلات زندگی خدا رو میتونم شکر بکنم و از دل و جان میتونم واقعا بهش اطمینان کنم که میدونم آخرش چه خواهد شد. من میدونم واسه چی به دنیا آمدم، واسه چی دارم زندگی کنم و به کجا میرم. این مهمه که آفره. این دنیا هم بالاخره تجربیات هستش. آمین. و سوالی که داشتم میخواستم بپرسم که روز پنتیکاست روزی هستش که روح بر تمام شاگردان عیسی مسیح نازل شد و از اون پر شدن و بعد تعمید روح القدس گرفتن و به زبان ها صحبت کردن و خیلی شده دیگه پیش اومد. ولی میخواستم بدونم که الان تو دوره های ما این روز ما باید چجوری با روزه و دعا به حضور خداوند بریم و از روح القدس که باید هر روزه پر شد، یعنی بدون اون اصلا امکان نداره زندگی ایمانی. ولی تعمید روح القدس من هنوز ندارم، یعنی من هنوز 7 سال ایماندار هستم، 7 سال تولد تازه دارم ولی هنوز تعمید روح، یعنی من به زبان ها هنوز نشده که صحبت بکنم. این امکان داره که برای هم یه سری پیش بیاد یه سری نگرفته باشم مثل من هنوز، یکی نخر ایماندار باید از این برخوردار باشه. بله بله، من از روی اگر اشکال نداره از روی تلویزیون نگاه کنید. بله حتما، خیلی ممنون. لطف کردید به من دادین. بازم تشریف بیارید، خوشحال میشم. زنده باشید. خدا به همگی شما برکت بده که ما همیشه شما رو داشته باشیم. لطف دارید خواهر عزیز. متشکرم. ما یه تلفن دیگه جواب میدیم و بعد برمیگردیم ادامه صحبتمونه و سوال خواهر عزیزمون رو جواب بدیم. دوست عزیز رو خط هستید، بفرمایید.
صدای شما رو میشنویم. بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام از ماست دوست عزیز، بفرمایید. خسته نباشید. لطف دارید. مرسی. منم خدای زنده عیسی مسیح و روح القدس که ایماندار شدم و به عیسی مسیح ایمان آوردم و میخواستم یه موضوعی رو براتون بیان کنم که برای خودم خیلی عظیم و واقعا یه موضوعی که زندگی کرد و منو دوباره امیدوار به زندگی کرد. من قبلا تو زندگی مثلا هیچ امیدی و هیچ من به آینده نداشتم و من طوری بود که مثلا به هیچ چیزی اعتقاد نداشتم. من نماز میخوندم، من روزه میگرفتم، به حساب که یه خانواده مسلمان هم به دنیا آمده بودم. به حساب مردم به چیزی آدم کافر من نگاه میکردم. بعد از مدتی گذشت، من چند سال بود که دچار بیماری سر شدم و از ناحیه سر به چپ بدنم پس شدم. عجب. و یه شب خوابیده بودم که خواب نایاندیم که به حساب ایسا مسیح رو به سلیب کشیدم و خون از تمام این سلیب جاری شده و یه نور شدیدی از این سلیب داره میتاله. از خواب پیدم دیدم تمام بدنم عرق خواه گرفته. بلنش در نفتم دستورتم بکرم دیدم که تمام بدن داره کار دستم کار میکنه، پام داره در حساب کار میکنه، یعنی تمام سیستم بدنم کار میکنه. بعدا حالت سر و حالت حساب زبان و هم یه مقدار سنگینه به خاطر یه مسئله حسابی که اومده. من باز یه موضوع الهی بود که من خودم به حساب اشک کنم چهار نفر نجات دیدم. اونم باز موضوع عیسی مسیح بود. بله. طوری بود که ماشین زرد های پل رانی دست که بل کرد. من به حساب فرمان یه نفر میشه که برای من فرمان میگیر. من ناخودآگاه دست کنون گرفتم فرمان و فرمان گرفتم یا عیسی مسیح هللویا، یا عیسی مسیح هللویا. و ما زدیم به پل، ماشین حدود چهار متر از پل پرید بالا، تمتر تو هوا معلق بودیم. که زمین رسید با دو چرخ همینطور دعا میکردم یا عیسی مسیح هللویا. و موقعی که ماشین به زمین رسید فرمان رسی کشیدم خاصی هم دیدم که به خود که خانم پشتر می کسیدم سالم بودم. به حساب راننده که فرمان رو بکرده بود اونم سالم بود. خودم هم یه مقدار جزی به حساب اخراج روزی برداشت بودم. این هم با افکاری که اومد کوریکی فرد کشید گفت من واقعا اینو رو موضوعه الهی می دونم. اصلا که این چیزی من تا سوال هست که چانه تصادف دیدم که این چیزی تمام رو نایدم. یعنی من واقعا سپاسدار خدای زنده عیسی مسیح هستم که امید دوباره من داد و من را شفا داد و جوری شد که من دوباره تونستم به زندگیم ادامه برم، دوباره دست سر کار برم و به خانوادم کمک کنم زندگیم رو برا بشه و به حساب با کانال محبتم آشنایی نداشتم چون قبلا به حساب تبلیغات سو یعنی کانال محبت میشد. یه شب خونه یک از بطن سسته بودیم گفتن دو که کانال یه شب هست بیرد گفتن این ها علیه محمد حرفای بد میزد. بعدا من اومدم این کانال رو وارد برنامه یه شب معاونه کردم بیدم که نه واقعا چیزایی که اینا میگن واقعا از تمام قلب یعنی تمام جسم و روح و برای من فرا گرفته و یه شماره تلفن به شب از رو تلویزیون نوشتم. ابتدا یه خواهری بود به نام خواهر سیما با او آشنا شدم، بعد با خواهر باقستانی آشنا شدم که اینا بسیار من رو راهنمایی میکنند که کلام خدا و شم مقدس و به هر طریقه بود بشنوشی که از دوستان شم مقدس بیاد شم بسید. ولی متاسفانه اونو از دادیا زفت از دست دادم ولی نکنستم به حساب مخصوی برم پیش نومد. ولی من همچنان با تمام وجودم به خدا و زنده عیسی مسیح ایمان دارم. خدا رو شکر. تا آخرین لحظه زندگیم و تا آخرین لحظه قطعه خونم در راه خدا و عیسی مسیح میذارم. در حقی میتونم خدا رو شکر برم در آنمایی میکنم و از برادران یه خواهش میکنم که به دین عیسی مسیح ایمان بیارم چون واقعا شفا دهنده است.
چون واقعا زندگی به انسان میده، چون واقعا یه روح تازه به انسان میده. من دوباره زنده شدم، من دوباره یه انسان تازه میشه، یه انسانی که دوباره متولد شده، یه انسانی شدم که الان یعنی یه روحانیت با یه روحانیت کامل که مثلا قبلا به یکی به اعتقاد نداشتم، ولی الان به خدا اعتقاد دارم، خدا رو شکر، سلام خدا اعتقاد دارم و چیزایی که تو کتاب مقدس نوشته کلن اعتقاد دارم و واقعا از صمیم قلب اینو بهم میگم. خیلی ممنونیم برادر عزیز. واقعا اینو من دوباره زنده کردم دین به عیسی مسیح و خدا را شکر میکنم که من تونستم یه طرز ایماندار باشم و خدا رو شکر برای وجودتون. مرسی. الو. بله با صداتون شنیدیم. خیلی ممنونم برادر عزیز از شهادت قشنگتون و از این راهنمایی که کردید مردم شما رو بشنون و ببینن. دوست داریم که بازم تشریف بیارید در دفعات بعد صدای شما رو بشنویم. از اونجایی که مردم رو خط تلفن هستن میخوایم فرصت رو بدیم به دوستان عزیز. بعد داره بهش میبینید چطوری خداوند زندگی مردم رو عوض میکنه. بعضی فکر میکردن که تلویزیون محبت اختصاص داره به یک گروه سیاسی و یا اینکه ما مخالف مذهبی هستیم یا گروهی هستیم، ولی همونطور که ما بارها گفتیم تو این شبکه فقط ما داریم راجع به عیسی مسیح صحبت میکنیم. کلام خدا میگه هر که تشنه است بچشه و ببینه که خدا نیکوست. دوست عزیز بفهمید صدای شما رو میشنویم. بله بله بفهمید. درود بر شما و همینطور بر برادر عزیز و عزیز. من مسئول هستم از آلمان در این زمان. بله. هم خیلی با باهاتون صحبت کردم. بله مسئول جان. من یک سوالی داشتم. من همون که شما به من گفتید یوحنا رو خوندم و هنوزم دارم میخونم. بله. ولی من یه سوالی داشتم و در دل در که در اول قرنتیان هست این منو به شک انداخت. بله. و اونجا نوشته فصل و در قرنتیان فصل 11 در مورد چون صحبتتون امروزتون در مورد دعا کردنه و عبادت کردنه. در قرنتیان فصل 11 نوشته که وقتی مردم میخوان دعا کنن باید سرشون پوشانده نباشه. بله. و زنها باید سرشون پوشانده باشه یا تیغ رو در اون بکنه. من به اون مسئله کار دارم. فقط این که گفته که معتر باید سرشون پوشانده نباشه، ولی من در فیلم عیسی مسیح که دیدم که عیسی مسیح هر موقع میخواست دعا کنه این به خصوص کله سر خودش رو با موهای خودش رو میپوشه. بله. بعد برای من سوال پیشه بوده که آیا ما میخواییم دعا کنیم الان باید سرمون رو بپوشونیم یا نپوشونیم، یا اینکه اصلا مهم نیست بپوشونیم یا بپوشونیم یا نه. این برای من یه رسول شک انداخت و میخواستم اگر امکان داشته باشه من تلویزیون روش میدم جواب من رو بدیم و من بعدا با خود شما چند سوال دیگه در دارم که بعدا بعد از برنامه حتما. خیلی ممنون. بله. همینطور دوست دارم که دروز من رو به تمام دوستداران و عزیزانی که در کمک میکنن که ما صورتشون نیستخت نمیگیریم ولی زحماتشون نمیگیریم. بله. لطف دارید عزیزم. مرسی. خیلی ممنون. ما سوال شما رو جواب بدیم. بله. داریوش جان من اگه اجازه بدید میخوام از سوال اول که در واقع مربوط هست به خواهر عزیزمون که در رابطه با مطلب امروز هم هست صحبت بکنیم و اینکه در روز پنتیکاست روح خدا ریخ و شاگردان مسیح به زبانها صحبت کردن و ما میبینیم در کلام خدا واضحاً اونا به زبانهای صحبت کردن که قبلاً صحبت نمیکردن. اگرچه در بین فروق مسیحی مردم و حتی خادمین خدا تفاسیر مختلفی میکنن، ولی از اونجایی که از بنده سوال کردید میخوام جواب بدم. بنده شهادت خودم به این مطلب برمیگرده که 2 ماه قبل بیشتر از ایمانم نگذشته بود و در جمعی که با چند نفر بودیم و دعا میکردیم در حین دعا من به زبانهای صحبت کردم که اصلا نمیدونستم چیه. فقط شنیدم دوستان میگوین که الناتان هم داره به زبانی صحبت میکنه که روح القدس داده و بعد از اون بود هیچ کس به من دستی نگذاشته بود و کاری نکرده بود که من از روح القدس پر بشم، ولی بعد از اون بود که من تعلیم رو گرفتم که آیا تعمید روح القدس چی است و صحبت کردن به زبانها چی است. آیا امروز خدا میخواد ما از روح القدس پر بشیم؟ من این سوال مطرح میکنم که اگر کلیسای اولیه که زمانی به وجود آمد و متولد شد که عیسی مسیح رو بسیاری دیده بودن و تجربه کرده بودن احتیاج داشتن تعمید روح القدس بگیرن و به زبانهای روح صحبت بکنن، چقدر امروز من و شما در قرن 21 احتیاج به این مطلب داریم؟ ما
ما هرگز نمیخوانیم که عیسی مسیح به زبانهای روح صحبت بکنه، اما میخوانیم در اول قرنتیان در فصل در واقع 14 اول قرنتیان که پولس رسول که بیشترین تعالیم کتاب مقدس رو در عهد جدید از ایشون داریم، میفرمایند که من بیشتر از همه شما به زبانها صحبت میکنم، کسی رو به صحبت کردن به زبانها من نکنید. و در واقع در اون 9 باری که در کتاب اعمال رسولان راجع به تعمید روح القدس اشاره شده و ما میدونیم تاریخ مصور کلیسای مسیح در قرن اول به کتاب اعمال رسولان برمیگرده، وقتی که به اونجا مشاهده میکنیم نگاه میکنیم در 7 مورد از اون 9 مورد آمده که ایمانداران از روح پر شدن و به زبانها صحبت کردن، و در 2 مورد دیگه کلام خدا چیزی رو به ما نمیگه. ولی مهمترین اونها اول اعمال رسولان باب 19 هست که من بسیار دوست دارم، که اشاره میکنه نویسنده لوقا و میگوید که وقتی که پولس به شهر افسوس رفت از اونها سوال کرد آیا شما تعمید روح القدس یافتید؟ آیا به زبانها صحبت کردید؟ و اونها گفتن نه، ما فقط میدونیم تعمید آب چیه و از یحیی میدانیم. و بعد کلام خدا میگوید که پولس دعا کرد و اونها به زبانهای غیر صحبت کرد. در کتاب اعمال رسولان ما میخوانیم به وضوح که 2 جور صحبت کردن به زبانها وجود داره، صحبت کردن به زبانهای انسانی و صحبت کردن به زبانهای فرشتگان. زبانهای انسانی به این منوال که هرگز شنیده نشده که و یا یاد نگرفتن که به اون زبان صحبت کنن. من یادم تازه من آورده بودم در یک جمع دعا میکردم، دارشان یک جوانی بود و زمینه آشوری بود، ایشون به یک زبانی خدا رو پرستش میکرد که ما نفهمیدیم. یک روز یه خانمی آمد در اون جمع و گفت بعد از جلسه گفت جوان شما خیلی خوب به فرانسه صحبت میکنید، این از کجا یاد گرفتی با این سن کم؟ و ترجمه کرد، گفت تو به زبانها میگفتی خداوند تو رو ستایش میکنم، تو رو شکر میکنم. و این دوست من گفت که من اصلا فرانسه نخوندم، این زبانهای روح هستش. پولس رسول میفهمد که وقتی ما به زبانها صحبت میکنیم ابتدا خودمون رو بنا میکنیم و سپس وقتی به زبانها صحبت میکنیم گاهی وقتا خدا استفاده میکنه، ما شفاعت میکنیم برای دیگران. و وقتی که به زبانها صحبت میکنیم گاهی وقتا همینطور در واقع کلامی رو از خدا به مردم میگیم، که در این صورت کلام خدا میگوید که اگر در جمع کلیسا صحبت میکنید بهتره که ترجمه بشه که مردم هم بتونن فیض ببرن. بنابراین بنده معتقدم که کلیسا احتیاج داره، هر ایمانداری احتیاج داره از روح القدس پر بشه. تعمید روح القدس و چگونگی دریافت آن بسیار برای ما به وضوح آمده در کتاب مقدس، و اون برای منوال هستش که اگر کسی تشنه است دعا بکنه و خدا به اون میده. مسیح گفت در انجیل یوحنا باب 7 هر که تشنه است نزد من بیاد، از بطن اون نهرهای آب زنده جاری میشه، که اشاره به روح القدس میکنه. من افرادی رو میشناسم که روزها روزه گرفتن و خداوند روح القدس رو به اونها داده و به زبانها صحبت کردن. افراد رو میشناسم که دست بر اونها گذاشته شده، خود بنده این کار رو بارها کردم و افراد از روح القدس پر شدن و به زبانها صحبت کردن. برمیگرده به تشنگی و اشتیاق ما. کتاب اعمال رسولان باب اول میگوید که شاگردان 10 شبانه روز درها رو بستن و دعا کردن، و در روز 10 خداوند روح القدس را ریخت و در روز پنتیکاست اونها به زبانهای غیر صحبت کردن. کلام خدا فرمانی که عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 24 میده این هستش که در اورشلیم بمانید تا روح القدس بر شما بیاد. اورشلیم اونها ماندن در اون باراخانه است که بنده رفتم اون مکان رو از نزدیک ملاقات کردم، هنوز هم وجود داره نظر تاریخی در اورشلیم. ولی ماندن یعنی در دعا ماندن. دوست عزیز، خواهر، برادر عزیز که دارید برنامه نگاه میکنید، اگر تشنه هستید که از روح القدس پر بشید بمانید در حضور خدا. اگر خادمین در دسترس شما هستن بگید برای شما دعا کنن، اما دهنده تعمید روح القدس خود روح القدس عزیز هستش. از او دریافت کنید، او به فراوانی به شما خواهد داد و شما هر روزه در واقع از روح خدا پر خواهید شد. اگر دارید شما چیزی میخواید به مطلب من اضافه کنید، مثلا فقط خواهرامو تشویق کنم واقعا به کلیسای تشریف ببرن، خادمینی باشن که به این هدیه روح القدس عقیده داشته باشن، که وقتی ایشون با تشنگی میره و دستگذاری میشه واقعا روح القدس بیاد و بهشون نازل بشه. و خیلی نگران این زبان ها نباشین، ممکنه زبان ها چیز مهمی نیست، مهم اینه که شما با قدرت روح القدس پر بشین و خداوند خودش اونو دیگه بقیه‌اشو بر شما راحت میکنه که شما به زبان ها هم صحبت خواهید کرد. ولی نذارین اون مشکل بشه که مثلا تعمید روح القدس نگیریم. بله بله. خب سوال بعدی رو ما راجبش لحظه صحبت میکنیم. اتفاقا من میخواستم داریوشان این نظر رو بدن، چون که با اعتقادات یهودی بیشتر آشنایی داره، البته منم نظر خودم دارم، و بعد آماده میشیم یک سرود زیبا از همسر برادرمون داریوش، خواهر ماریا، خواهیم شنید که بسیار بناکننده است. دوست ما مسعود فرمودن که به این قسمت که رسیدن شک کردن. من میخوام مسعود جان تشویق کنم و دوستان عزیز، کلام خدا رو میخونید، به خداوند شک نکنید، بلکه دنبال تفسیرش باشید، و این گونه سوال ها و مطرح کردن اونها کمک میکنه که در واقع
جوابتون رو بگید. حتما یک دلیلی وجود داره کلام خدا نوشته، چه از نظر تاریخی چه از نظر روحانی، و ما اونو بررسی می‌کنیم. میگن که آیا چرا باید مرد سرش رو بپوشونه؟ آیا ما امروز باید بپوشونیم؟ پس چه داریوشان نپوشوندن، الاتان نپوشونده، و یا اصلا نباید بپوشونید؟ داستان چی بوده؟ بله، والا در عهد عتیق بود که مردا یک به اسم یاماکا میذاشتن رو سرشون و این نشونه فروتنیشون بود در حضور خداوند. امروز وقتی کلیسا ببینید اگه کلا سرتون باشه میگن کلاتون وردارین، چون که بی احترامی میکنه به خداوند. پس این همش یه سنتاییه که ما انسان‌ها اینو گذاشتیم و واقعا من فکر کنم خداوند به قلب ما نگاه میکنه. اگه ما میخوایم، من بعضی وقتا کلیسا خب چون مو ندارم سرم سر میشه کلا میذارم باشه، من فکر نمیکنم به خداوند دارم بی احترامی میکنم. این چیزیه که واقعا به قلب ما نگاه میکنه. ولی ایشون منشن کرد اول قرنتین 11، من فکر کنم برنده خانم ها میگه با سرشون در کنار خدا ببوشونن. و خانم ها دلیل اینه که خب اون موقع میگفتن به خاطر اینکه اون زیر سری خانم های نابا با خرابی که بودن موهاشون رو بلند میکردن و نمیپوشوندن در شهر قرنتوس. بله، و میگفتش که در اونجا سرتون رو ببوشونه که فکر نکنن شما مثلا بی احترامی داره میکنید. ولی برای آقایون من تو عهد عتیق ندیدم که بگه سرتون رو ببوشونید. برای خانم ها میگفتن ایشون فرمودن که در فیلم دیدن و ببینید مسلما فیلم خب چیز خوبی هستش و طبق سنت یهود همونجوری که داریوش میگن در اون موقع این اتفاق میافتاد که این نشان‌دهنده احترام به خدا بود. ولی چیزی که در عهد جدید هست داروشان وسط صحبت رو البته من پریدم، ولی در خیلی موارد مثل ختنه، مثل خوردن و نخوردن یه گوشتی یا غذایی، آنچه که من اشاره کردم در حین صحبت ها و دوباره بخوام بهش اشاره بکنم اینه که عیسی مسیح آمد همه اونها رو کامل کرد. فراموش نکنید در عهد عتیق و تا زمانی که مسیح از مردگان قیام نکرده مردم طبق شریعت زندگی میکردن. و شما اگر میخواستید برکت خدا رو در زندگیتون ببینید طبق شریعت بکن نکنها رو انجام میدادید. و اگر مسیح نمی آمد و کفاره گناهان ما رو پرداخت نمیکرد، ما رو از زیر گناه، شیطان و اسارت در واقع دنیوی و همونطور از زیر در واقع شریعت آزاد نمیکرد. ما امروز باید همین کارو میکردیم. چه بسا که در مذاهب مختلف وجود داره حالا اینوری دعا کن، اونوری دعا کن، اینجوری بشین، اینجوری برخیز، ولی خدا رو شکر عیسی مسیح آمد اون حقیقت واقعی رو در وجود ما جامعه عمل بشه. اون چیزهایی که در عهد عتیق بود عرض کردم، دوباره بازم عرض میکنم، سایه بود از اون چیزی که مسیح بعد اون رو به انجام رسوند. در انجیل متا میگه من نیومدم صحف و کتابهای انبیا رو باطل کنم، درست. اومدم کاملشون کنم و در مسیح اینا کامل شده، درست. امروز ما میتونیم به آزادی و به فراوانی به حضور خدا بریم. نیازی نداره که ما بخوایم طبق بعضی مراسم بریم. البته در خانه خدا، در حضور خدا با احترام میریم، با احترام در حضور خدا هستیم، چون حضور خدا حضوری است مقدس و محترم. ولی هیچ کدوم اینها تأثیری در روابط ما نمیذاره. مثلا اگه بچه من بخواد پیش من بیاد، مسلما من نمیخوام با یه سری تشریفات بیاره، پدر گرامی در خدمت شما هستیم، تعظیم عرض میکنیم. من میخوام بچه‌م راحت باشه. در حضور خدا هم همینطوره. و کلیساهای مختلف و خادمین مختلف روشهای خودشون دارن، ولی همونطور که برادرم گفتن، این هیچ کدوم از این روشها نباید باعث بشه و مانع بشه که ما برکت خدا رو بگیریم. ما هر جوری که در حضور خدا بریم خدا ما رو میپذیره، مادامی که بین ما و خدا گناهی وجود نداره. اگر فرمایشی ندارید ما یک سرود از ماریای عزیز میشنویم. میدونید اسم این سرود چیه؟ شما قبلا ضبط کردید چیزه به حضور او با چه چیزایم. فرمودید این سرود از عبری برگشته شده. بله، بله. آیا ماریا جان به عبری هم میخونن؟ نه، فقط فارسی. فارسی میخونن. بله. ولی این به قول آمریکایی‌ها is not fair که شما این سرودا رو آلبوم نمی‌کنید بیرون بدید. به امید خدا، به امید خدا در جریان. یه روز هم خدا من فیض بده که ماریا عزیز تشریف بیاره اینجا در خدمتشون باشیم از نزدیک. شاید منو شما نشستیم کنار نازنین و ماریا با هم نشستن. دوستان با هم یک سرود رو نگاه می‌کنیم، برمیگردیم از ماریا عزیز. چه چیزایم
ظرفا رو دارم، خدا را پرستم. آیا با قربانی ها هزاران قوچ گساله ها، یا به جای گناهم دهم نخواست زاده ات؟ آیا ده ها هزار نه از روغن میپذیرم؟ شکر برای این سرود زیبا و خدا رو شکر میکنیم برای خواهر عزیزمون که اینگونه زیبا خداوند رو سرایدن. و همونطور که دقت کردید این سرود برای اولین بار دوستان عزیز در این برنامه و در این شبکه پخش شد. میخوام از شما دعوت کنم که وقتی تکرار این برنامه رو توجه میکنید و یا در طول هفته شنبه دیگه یا هر ساعتی که نگاه کردید یا حتی از طریق وبسایت تلویزیون محبت نگاه میکنید، خواهش میکنم کامنت های خودتون رو، نظرات خودتون رو بدید. و اگر سوالی دارید در رابطه با پنتیکاست و جشن پنتیکاست، نزول روح القدس، تعمید روح القدس و این چیزها، خواهش میکنم که در طول هفته ما ایمیل کنید سوالاتون رو. میدونم که این موضوعی که خیلی ها دوست دارن بیشتر اطلاعات داشته باشن و ما در خدمت شما خواهیم بود هفته های بعد و سعی میکنیم راجع به مطلب بازم صحبت کنیم. داریوش عزیز، زمان ما تمام میشه، ما 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، ولی میخوام که شما کلام آخر رو بفهمید بگید و دوستان ما چه در مورد تعمید روح القدس چه در مورد عهد عتیق بدونن. من برای تشویق عزیزان فقط میخوام بگم که همه اتفاقاتی که در عهد عتیق افتاد، چه ما برای فسخ صحبت کنیم، برای پنتیکاست و عید آینده که خواهیم خدمتون آمد،
همه اینها یک نموداری بود از مسیح که در زندگی ما میاد. یعنی مسیح تمام این اعیاد رو کامل کرد واقعا. یعنی ما در هر جا میبینیم که دفعه پیش برای فسخ خوندیم، دیدیم که مسیح بود که اون بره قربانی شده بود. اینجا دیدیم که روح القدس بود که واقعا میاد و باعث میشه که ما بخوایم خودمون رو به حضور خدا تقدیم کنیم، همونطور که در عهد عتیق نوبرهاشون رو تقدیم میکردن، نخستاده ها رو تقدیم میکردن. الان به وسیله روح القدس ما خودمون رو تقدیم خداوند میکنیم و زندگیمون رو به اون میدیم. پس هر عیدی که در عهد عتیق بود واقعا یک معنی به خصوص برای ما ایماندارا در عهد جدید داره و اینا همش به همدیگه وصل، به همدیگه مربوطه و واقعا میتونیم اینا رو به همدیگه ربط بدیم و خدا رو جلال بدیم، بدونیم که واقعا روح القدس که در ما کار میکنه و باعث جلال نام مسیح میشه. آمین. یک سوال دیگه اینجا برای من پیش میاد، میدونم که در حینی که سرود هم نگاه میکردیم اشاره شد راجع به این مطلب. آیا یک دوستی که غیر یهودی هستش، حالا مسیحی زاده نیست، صرفا آشوری باشه یا ارمنی باشه، بالفرض از زمینه بهایی میاد، از زمینه اسلامی میاد، از زمینه زرتشتی، از هر زمینه غیر از یهودی، آیا برای اینکه به مسیح ایمان بیاره الزاما باید بره و تمام رسوم عهد عتیق رو انجام بده تا اینکه بعد بیاد مسیح بشه، یا اینکه همین که به مسیح ایمان بیاره و تعمید بگیره و جزء خانواده خدا بشه کافیه؟ بله، این سوال خیلی خوبیه که میتونیم حالا دفعه بعدم بیشتر روش صحبت کنیم چون فرصت کمه، ولی خیلی خلاصه بگم وقتی که خداوند شریعت به موسی داد واقعا به یهودیا داد و ما که ایمان به مسیح میاریم، اگر از زمینه یهودی نیستیم مثل مسلمان، آسوری، هرچی، لزومی نداره که بخوایم مثلا غذای کاشر بخوریم، یا مثلا حالا مثلا اگه آپشنال بچه‌تون رو می‌خواید ختنه کنید نکنید، اینا مهم نیست. مهم اینه که واقعا به مسیح ایمان بیارین. اگه یک نفر یهودی به مسیح ایمان بیاره، اون دوست داره بعضی وقتا یک عیدی هست مثلا عید فسخ که ما نگه می‌داریم، مثل عید نوروز که نگه می‌داریم، یه سنت‌هایی هست که یک شخص یهودی که به مسیح ایمان بیاره میتونه نگه داره، به ضد کلام خدا نیست، ولی یک ملیه شاید. بله، ولی یک نفر مثلا به مسلمان یا باهائی هر کی ایمان بیاره لزوما نباید حتما اینا رو نگه داره. من میدونم که در کتاب مقدس وقتی کتاب غلاطیان رو میخونیم پولس رسول راجع به مطلب خیلی مفصل صحبت میکنه. دوستان وقتی که ما میبینیم در کتاب غلاطیان ظاهرا یک عده از دوستان یهودی مسیح شده بودن که خب همه یهودی بودن مسیح میشدن ابتدا و به غیر یهودی ها مثل یونانی ها و اینها، رومی ها، میگفتن شما باید بید اول ختنه کنید، اول باید رسوم در واقع یهودی رو انجام یهودی بشید بعد مسیح بشید. و ببینید پولس رسول راجع به مطلب مفصل دوستان چه در کتاب غلاطیان چه در کتاب رومیان راجع به مطلب صحبت میکنه که به احتمال قوی در آینده ما راجع به مطلب صحبت خواهیم کرد. آنچه که برای نجات کافیه، من میخوام به دوستان عزیزم در یک دقیقه آخر بگم که باعث نجات شما میشه، همونطور که خواهر عزیزم اومدن و گفتن که تنها راه و تنها دری که ما رو کمک میکنه برای ورود به آسمان همانا پذیرفتن کاری است که عیسی مسیح در روی صلیب انجام داد که ما بهش میگیم ایمان آوردن، و همینطور اعتراف کردن از گناهان خودمون طبق کتاب رومیان فصل 10 آیه 9 و 10. بنابراین از شما دعوت میکنم دوست عزیز، اگر میخوای قلبتون به مسیح بدین دعا رو با من بکنید. بگید عیسی مسیح، من گناهکار هستم، نزد تو میام با تمام گناهانم و به گناهانم اعتراف میکنم. عیسی مسیح، از تو دعوت میکنم وارد قلب و زندگی من بشی و من میپذیرم کفاره تو رو برای گناهان خودم. در نام تو دعا میکنم، آمین. اگر این دعا رو کردید با ما تماس بگیرید و ما بگید که مسیح من آوردید و ما در خدمت شما خواهیم بود. قدم‌های بعدی رو به شما میگیم که چگونه خواهد بود. کتاب مقدس رو خدمتتون ارائه میکنیم، میتونید کتاب مقدس رو بخونید و در ایمان خودتون رشد بکنید. خدا تمام شما عزیزان برکت بده. تا هفته بعد که در خدمت شما خواهیم بود با یک برنامه دیگه. خدا برکتتون بده. خدا نگهدار.